بسم الله الرحمن الرحیم. امروز کسی سوال میکرد، میگفت که دستش یا پاش خونی بوده، براش غسل واجب بوده، رفته غسل کرده، غافل شده از این که بشوره این خون را تا مطمئن بشه که خون رفته. خون خیلی زیاد نبوده، مختصر بوده. بعد از غسل دیده همون جا خون هست، اما احتمال میده در غسل که این دست مالیده اینا اون خون رفته باشه و این خون بعد آمده باشه. آیا این مقدار قاعده فراغ جاریه که بگیم غسلش صحیحه یا نه؟ این غسلی کرده خونم بوده، نمیدونه خون رفته و غسل صحیحه، حالا دوباره خون آمده، یا این همون خون قبله که پس اصلا غسل صحیح نیست چون این مقدار آب نرسیده، نجس بوده، متنجس بوده. همین احتمال میده که رفته باشه در حال غسل. این بله بله این همین فقها فرمودن. بله بله این را هم عروه داره، غیر عروه هم داره. خلاف بین آقایونه که این اذکر علت یا حکمته، چون یه مطلقات دیگه هم داره. کل ما شککت فی همه ما قد مضاف امضهی کما هو، این اطلاق داره. بله بنابراین که اذکریت علت باشه و این میدانه متوجه نبوده، صاحب عروه این مسئله را در اینجا میگه که انگشتری تو دستشه، این انگشتری قدری تنگه و در غسل عادتا همجور که تو روایت هم داره تکونش بده، دورانش بده این انگشتر را که آب زیر انگشتر برسه در غسل. حالا این یادش رفته انگشتر را به چرخونه در حال غسل، یعنی مثال یک عروه میفرماد و حالا احتمال میده میدونه انگشتر را نچرخونده، اما احتمال میده بی چرخوندن هم آب رسیده باشه. آیا این غسل خود صاحب عروه و فقها ها مختلفن؟ بعضی گفتن صحیح غسل اشکال نداره، چون به نتیجه این بعد از غسل نمیدانه این غسلش باطله یا نه. استصحاب عدم وصول ما هم مثبته، چون نمیتونه بگه این قبل از که غسل کنه این زیر انگشتر آب نرسیده بوده، نمیدونه حال غسل رسیده یا نه، پس استصحاب عدم وصول ما بکنه، که این لازمه عقلیش این است که این غسل نرسید صحیح نباشه. نه نه ببینید وقتی که استصحاب میکنه این آب نبوده اینجا قبل از غسل، آیا وقت غسل آب رسیده یا نه؟ استصحاب میگه که بوگو آب نرسیده، این لازمه اش این است که این اینجا شسته نشده، پس غسلش باطله. چرا؟ نه آب نرسیده بوده، نمیدونه با این غسل آب رسید یا نه، استصحاب میکنه عدم وصول ما را. عدم وصول ما موجب بطلان غسله یا شسته نشدن موجبه؟ این لازمش شسته نشدنه. بله باید همین، یعنی شسته شود. لذا آقایون این اشکال را غالبا یعنی یا کلا نکردن. اشکال در اینه که این
یک چیزه یا دو لازمه عقلیه. حالا عمدهش، حالا مثبت یعنی لازمه عقلی. این را آقایون، این مطلب را آقایون حل حساب کردن. عمده حالا اون مطلب اجتهادیشه که آیا واقعا ما دو تا دلیل داریم. یه دلیل میگوید که کل ما شککت، به این قویی هم هست، کل ما شککت فیه من ما قد مضاف امضهی کما هو. حالا این الان یقین نداره که غسلش باطل بوده، یقین نداره که حال غسل این خون بوده اونجا. اگر نه استصحاب بقای خون را هم میکنه، اونم مثلا بخواد از نظر استصحاب درست کنه. عمده اینه که این دو دلیل، این دلیل که میگه کل ما شکت فیه من ما قد مضا فامضه کما هو، میگه هر جا کسی غسل کرد، توی روایت دیگه هم داره کل ما شکت فیه من صلاتک و طهورک بالخصوص، این غسل کرده، غسلش هم تموم شده، الان یقین نداره که این آب نرسیده به اینجا و این خون بوده اونجا، ولو به خاطر اینکه احتمال میده خون رفته باشه و این خون جدید آمده باشه، و احتمال میده نه این همون خون سابقه. پس الان یقین نداره که این غسلی که کرده، این ما مضا، این مورد شکه. نه درسته، همیشه قاعده فراغ در تو شکم استصحاب اومده، یعنی عادتا قاعده فراغ یه جایی جاری میشه که اگر قاعده فراغ نبود نوبت استصحاب بود، یعنی قاعده فراغ میخواد استصحاب رو کنار بزنه. چرا؟ بله چون اینجا استصحاب جاری شده، نه جاری شده، فعلیت بوده در استصحاب، اما یه جایی رو بفرمایید اینجا قاعده فراغ جاری نیست، یعنی مورد نداره اصلا، چون استصحاب فعلیت داشته. اما اگر یه جایی که ملتفت نبود که قاعده میدونم، ده هم وقتی هم که شسته غافل شده از این جهت، وقتی که غافل شد استصحاب فعلیت نداره، چون میگن التفات میخواد استصحاب، یعنی استصحاب چون اصل عملیه، یک بیان وظیفه است، این التفات باید داشته باشه، اگه التفات نداشته باشه استصحاب جاری نیست. چه فرق میکنه؟ اونایی که میگن اما نمیدونه وقت غسل بوده خون یا نه، احتمال میده رفع شده باشه. اینه استصحابو حالا که نمیتونه بکنه، باید استصحابو وقتی که مشغول غسل بوده که وقت التفات نداشته. میدونم، اما احتمال میده این خون جدید باشه، وقتی احتمال بده پس احراز نکرده که این غسل باطل بوده، همین به کل ما شکر تفیم وقت
اینکه گیری نداشت. بله همین. بله فعلیت نداره، باید فعلیت یقین شک باشه. چی؟ نه نمیدونه. چطور میگه این همون خونه؟ فرض اینه، احتمال میده این اون خون نباشه. میدونم، اما استصحاب اثبات نمیکنه که این همون خونه، چون احتمال میده اون نباشه. نه قبول دارم. نه نه استصحاب فرق نمیکنه شک در موضوع یا غیر موضوع یا حکم. این بله بخواهیم بگیم این هم بله یعنی احتمال داره شسته. مثلا عسکریت رو قبول نداریم، بعد وجود گرفتن بعدم یه مانعی دیدی احتمال دادی که جدید باشه، اینجا بگم محکوم به صحت. خب این گیری نداره. تفحص نکردی و انجام دادی، اینجا آقایان اشکال میکنه. اجاز نه نه اجاز همینجا همینجا من عرضم تمام بشه. میخوام بگم شما ممکنه بگم ما این قبول نداریم. ملاکش چیه؟ ملاکش ممکنه بگم آقایان ما از کریت رو هم شرط نمیداریم در اجرای قاعده فرض. اما جایی که قبل از این که ما بخوایم وارد نماز یا وضو بشیم یک تکلیفی متوجه ما شده باشه که ایشون اشاره کرد. درست. یک تکلیفی متوجه ما شده باشه. بعدن ما غفلت کردیم. احسنت. بعدن غفلت کردیم. این قاعده اضطراب بخواد بر اون استصحاب و چنین اون امر رو هم بخوام نادیده بگیریم. اعتراض چنین اطلاق نسبت به قاعده اضطراب به مجردی که فرمودید غفلت کرد دیگه شک یقین سابق شک لاحق فعلیت نداره، پس جای استصحاب نیست. نه اونجا نداره چون التفات شرطه. بعد از این که من پس استصحاب جاری نشد. پس استصحاب جاری نشد. این نماز جاری نشد. خب و حالا جاری میشه استصحاب بعد از نماز. پس ببین اون موقعی که من میشستم پاک بود یا نجس بود؟ شما میخواین قاعده فراغ جاری کنی؟ بله قاعده فراغ جاری کنی، میگین آقا من نماز یا خوندم نمیدونم اون موقع با مشکل مواجه شده یا نشده، انشالله نشد. خب چه گیری داره؟ نه شما در استصحاب اطلاق نسبت به اون جایی که قبلا ما مأموریت دادن گفتن این کار انجام بده، آقا اطلاق اطلاق از این قوی تر کل ما شککت فی مما قد مضا قد مضا برسی هم نمیدونم من نسبت به این چنین مثال شما بیارین از فقه ها جایی که از شاهد جواهر دیدن جایی که قبلا دستوری داده شده بعد فراموش شده. عرض کردم آروه مثال میزنه، انگوشترش تنگه میدونه باید همیشه هم که غسل میکرده وقت غسل میچرخونده که روایت هم داره به چرخونتش که آب مطمئن بشه آب زیرش رسیده. مقدمه علمیه این بار یادش رفته به چرخونتش. پس حکم از اول اومده بوده که باید به چرخونه اما غافل شده. اگر قبل از نماز یک ساعت قبل از نماز این تو ذهنش بوده؟ بله بوده. تو ذهنش بوده که باید انگشتر رو به چرخونه قبل غسل. بله وقتی که میخواسته بره مثلا بله مشکل قاعده فراغ جاری. همین ببینید عروه داره، بسیاری از آقایون گفتن اشکال نداره، شاید خود صاحب عروه میگه اشکال نداره. یعنی صاحب عروه در فرضی که باید مانع رو برطرف کنن میگه اگه تفحص نکردی بعد مانع نه اون در
همین میگم این مسئله انگشتر یکی از مصادیق همین مسئله است. مسئله انگشتر با مانع اگر بخوام بگیم این خون به اون مانع شباهتش بیشتر تا انگشتر. ما هستیم و عموم قاعده فراغ و ما هستیم و استصحاب. اگه استصحاب جاری بشه نوبت به قاعده فراغ نمیذاره، این شک نیست، چون علم تعبدی تنزیلی هست، اصل تنزیلی هست. انگشتر در حین وضو، بله، مال قبل از وضو نیست. خب که ما در حین وضو کار ما درست انجام دادیم یا نه؟ خب مثلا بچرخونیم آب برسونه. خب اصلا صاحب اوله آمد گفت که شما محکوم به صحته. خب چون من حین وضو در وظیفه هم کجا نیست، نمیخواد من قبل از وضو درش بیاریم از دستم که حین وضو بعد نمیشه کنم. بله. فرضاً من این که وضوع غافل شد. شاید دارم که انجام دادم یا نه. بگم درسته. اما نسبت به مانعی که از قبل بوده. آه. و قبل از وضوع میگفتن یه مانع برطرف کن. آها. قبل از وضوع تکلیفی داشت. بله بله. اینجا شما مثال بیارید. و احتمال میده در وقت وضوع مانع برطرف شده باشه. خودش به خاطر وضوع برطرف شده. همون به خاطر وضوع. اشکال به خاطر وضوع بر احتمال بده. میدونم. آقا داره بحث علمیه. میخوام عرض کنم این دلیلی که میگوید اگر شما گفتید از کریت شرطه که بعضی فرمودن عیبی نداره، اما وقتی که ما یک عمومی داریم و این از کریت معلوم نیست که این حکمت یا علت با وجود اون عموم، عموم به این قویه کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، عموم اینجوری، این وقت سبب شک فرق میکنه. یکی از اسباب شک این است که این خون بوده، حالا میبینه همونجا خون هست اما نمیداند، شک هست، نمیداند اون خون زائل شده و غسل صحیح بوده و این خون جدید است، یا اینکه اون خون با این همون خون است و غسل باطل. این مصداق کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه ما کم چیه؟ بله بله. البته استصحاب تعلیقی دو قسمه ها، استصحاب تعلیقی که نتیجهش تنجیزی باشه، اگر استصحاب تعلیقی ما نداریم، چون استصحاب تعلیقی دو جوره در خارج، اینجور که میگن خود آقایون هم تقسیمش میکنن. یعنی ببینید اینجا عمده مشکل همینه که این هو حین یتوضا اذکر علت، اگر علت باشه این کنار میزنه عموم کل ما شکرت فیه مما قد مضا را، وقت استظهار علیت روشن نیست. بله درست، اگه استصحاب جاری بشه شک نیست چون تعبدن. آها مطلقا نه، میبینید غالبا قبول نمیکنن. آها فلم یصل الماء الى محله، الى این جزء، این لازمه عقلیه دیگه. اگر خون رفته باشه وصل الماء الى محله، اگه نرفته باشه خون لم یصل. این استصحاب میخواد چرا؟ چون آب میرسیده یا نرسیده، یعنی لازمش اینه. نه فرض اینه اگه خون، اگه آب رسیده باشه یعنی خون رفته کنار، اگر نه خون مانع بوده. بله نه مماسه با زیر خون، نه خون که حاجب تا وجود، هم نجس هم حاجب، هم نجس هم حاجب. ببینید به نتیجه این باید این استصحاب بخواد اثبات کنه که آب به اون جایی که خون خونی بوده، آب به اونجا مع کونه طاهرا نرسیده، این لازمه شه. نه دلیل نه برسید آخه خون که ما نه خون جریانی که نبوده،
وقتی حالا ممکنه یه همچی فرضی بشه، این موردش اینه که یک ریزه خون بوده و حالا میبینه هست، گفت احتمال میده که این همون خون است نرفته، احتمال میده که نه اون خون رفته یه خون دیگه اومده. عمده خب اینجا ظاهرن هستش، این شرطه هست. مسئله مثبت، مسئله مثبتیتشه. چی؟ این مانع از اول بوده. شک می‌کنم در شستن برطرف شده استصحاب بقای مانع. خب پس آب نه استصحاب می‌کنید بقای مانع. پس آب نرسیده. نه دلیل غسل میگه آب باید برسه. شما از این استصحاب میخواید، میخواید این لازمه را اثبات کنید پس آب به این جزء نرسید و احتمال میده رسیده باشه واقعا. ها همین ها، پس باید شما پس باید آب نرسیدن، چون غسل رسیدن آب میخواد، شما باید خب نبوده آب موضوع نداشته. همه استصحاب مثبت همین جوره چه جوریه دیگه. این آب مثبت آب قبلا نرسیده بود، بعدم که ما اینجا رو شستیم. آقا همین مثال الان عرض میکنم، همین مثالی که رسائل دارن جاهای دیگه دارن، آقایون دارن، زمین متنجسه، لباس تر اومده انداخته رو بند که خشک بشه، حالا اومده میبینه لباس افتاده رو زمین، نمیدونه تر بوده و افتاده رو زمین که متنجس شده باشه این لباس، یا اینکه بعد از که خشک شده افتاده رو زمین، شما استصحاب رطوبت را میکنید میگید لباس نجسه؟ صاحب موضوع چه فرق میکنه؟ فارقش چیه؟ نه ببینید، ببینید این مانع، چون من نمیدونم که مانع استمرار داشته، وجدانا نمیدونم مانع استمرار داشته، با اصل عملی با زور استصحاب میخوام بگم این مانع ادامه داشته، پس آب نرسیده به اونجایی که باید برسه. وقتی که آب نرسید غسل، در غسل آب رسیدن میخواد. آقایون فرمودن احتمال داره تر بوده افتاده رو زمین و متنجس شده، استصحاب رطوبت شما میکنید تا لحظه افتادن رو زمین. خب استصحاب رطوبت میکنید تا لحظه افتادن رو زمین. چرا؟ چرا؟ چون تماس لازم داره، چون تماس لازم داره. شما بگید استصحاب رطوبت همون تماسه. بله ببینید بله. من بگم پس نجس شد، این مثبته. چرا؟ چیزی که نبوده مخاطب بود، چون میخواید خلاف مانع، این از اول مانع. خب اما نمیدونم وقت قدس مانع موجود بوده یا نه. همین استصحاب را در وجود مانع در بقا مانع، استصحاب بقا استصحاب در بقا مانع نمیخوام جاری کنیم. شما در فرمانید استصحاب وجود دارد پس آب نرسیده است، ما در خود رسیدن آب مخواهد استصحاب جاری کنیم. میگم آب قبلا نرسیده بود، بعدا هم نرسید. آخه موضوع نداشت قبلا که نرسیده بود. برای چی قبلا نرسیده؟ غسل نداشت میکرد. میدونم قبلا که من وضو نمیگرفتم یا سرمان نشستم آب اینجا نرسیده بود،
بعدن که نوبت به این قسمت رسید نمیدونم آب رسید به این پوست یا نرسید. اون وقت آخه فرض اینه اون وقت التفات نداشته که شما بخواید استصحاب جاری کنید. حالا که جاری نمیشه. نه ببینید شما التفات میخواد. همیشه قاعده فراغ استصحاب کنار میزنه، اما حرف اینه که اصلا استصحاب جاریه مع عدم الالتفات. آقایون همین این همون مسئله یه که میگن شخص از خواب پا شد بعدش نماز ظهر رو خوند، حالا که نماز ظهر تموم شده شک میکنه آیا قبل از نماز وضو گرفت یا نه. میگن قاعده فراغ جاریه، نماز ظهرش درسته چون الان برای نماز عصر باید وضو بگیره. همین چرا استصحاب جاری نمیشه؟ چرا؟ همون وقتی قبل از که استصحاب جاری نیست دیگه. استصحاب جاری نیست، قاعده فراغ هم جاری نیست. یعنی کسی که قاعده فراغ که جاریه. نه از خواب پا شد کلن غافل بوده، یه امری نداشته به اینکه برو وضو بگیر، یه حالت توجه براش. آقا از خواب پا شد میخواست وضو بگیره و نماز بخونه، بعدم نماز ظهر خون، حالا که نماز ظهر خلاص شده شک میکنه وضو گرفت یا نه. اینجا چیکار میکنید شما؟ استصحاب جاری میکنید؟ شده امر شده بهش، امر شده که برو وضو بگیر. بعد قبلت حاصل شده اینجا قاعده فراغ را شما یه مورد دارید آقایت. همین نماز ظهر، نماز ظهر این مثال از اون قدر نیست. چرا؟ از خواب پا شد میخواست وضو بگیره نماز ظهر بخونه، حالا که نماز ظهر خلاص شد شک میکنه آیا وضو گرفت یا نه. تکلیف بهش موجه شد بعد از زوالم بود. اگر هنگه دو حالت داره، یک مرتبه این متوجه هست که باید وضو بگیره، متوجه بود میخواست وضو بگیره اما شک نه یادش رفت، احتمال میده وضو گرفته باشه، شک کرد که وضو نگرفته. اگه نگرفته که نماز ظهرش باطله. اگر بس هست استصحاب نه. بله نه 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 لحاظا میگن نماز ظهر، لحاظا میگن نماز ظهرش درسته، برای نماز عصر باید وضو بگیره. میگن التفات میخواد استصحاب، یعنی فعلیت و یقین و شک میخواد. این وقتی که وارد نماز ظهر شده فعلیت نداشته، پس استصحاب. این از خواب پا شد قطعا وضو نداشت، میخواست وضو بگیره، میخواست وضو بگیره و نماز بخونه، میخواست وضو از خواب بیدار شد، حالا اومدم نماز بخونم، بعد گفتم برم وضو بگیرم. حالا فرصت نمیدونه نماز ظهر خوند، شک میکنه آیا وضو گرفت و نماز ظهر خوند یا وضو نگرفت. اینجا استصحاب جاری نمیشه، اینجا قاعده فراغه. بله خواهد چون فراغ نیست. بله اما استصحاب جاری نمیشه چون که غافله. بله نه استصحاب برای گذشته جاری نمیشه، برای آینده، برای آینده جاری میشه. این استصحاب تعلیقی در تمام قاعده های فراغ جاریه. همین بله، یعنی در قاعده فراغ خاص مطلق از استصحابه. بله بله همین لحاظا گفتن قاعده فراغ جاریه، برای نماز عصر باید وضو بگیره. اینجا مرحوم
مشهور همین تو عروه هم داره، حتی بعد عروه هرچی من حاشیه دیدم فرمای صاحب عروه رو پذیرفتن در همین مثال معروف، از خواب پا شد، محدث بود، وضو نداشت یقینا، میخواست نماز ظهر عصر بخونه، ظهرم شده بود، امر به وضو هم آمده بود، اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، وجبت الصلاه والطهور توی روایت دیگه واجب شد برش بنادش بره وضو بگیره و نماز ظهر و عصر بخونه. حالا نماز ظهر خوند، حالا که تموم کرد نماز ظهر، نمیدونه آیا وضو گرفت یا وضو نگرفته. آقایون فرمودن اینجا استصحاب چون فعلیت نداشت شک و یقین وقت نماز، پس استصحاب حدث جاری نیست. قاعده فراغ میگه کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، بگو نمازم درسته، چون احتمال میده وضو گرفته باشه، یقین نداره که نگرفته، اگه یقین داره که نگرفته که نمازش درسته است. اما آقایون فرمودن حالایی که قاعده فراغ میگه نماز ظهر درسته، اما الان این استصحاب حدث داره، یعنی این الان میداند چون از خواب پا شده بود، محدث بود و نمیداند برای نماز ظهر وضو گرفت یا نه، الان استصحاب میکنه بقاء حدث را، برای نماز عصر باید وضو بگیره. این آقایون اینجور فرمودن. دو تا از بزرگان که من دیدم، یکی شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان الله علیه که از اساطین فقه هست، یکی هم فرزند ایشون و شیخ حسن کاشف الغطا که یک کتاب بسیار خوبی داره به نام انوار الفقهاء که اخیرا شنیدم گفتی چاپ شده، کتاب خیلی خوبیه، من بعضی جلدای خطیشو دارم. ایشون هم تأیید میکنه فرمایش پدرشون کاشف الغطا رو، میگن برای نماز عصر هم وضو نمیخواد. چرا؟ چون میگن قاعده فراغ امارتون لا عصر. یه مسئله دیگه است، یه مسئله دیگه است، ببینن که در بدنش مانع هست، بله. بدنش مثلا یک نگرسکی داره، بله. مثلا فرض بدنش مانعی داره، مانع داره، بله. تا متوجه هست که باید مانع رو برطرف کنه، بله. مانع رو برطرف کنه، بله. و بعد غفلت کرد، احتمال میدهد که حین وضوع مانع خودش برطرف شده باشه. همین راج نماز هم دید که مانعی هست، احتمال میده این جدید باشه. احسنت، خوب گفتی. شما خود شما کل ما شکک تفیه من ما قد مضا، این مصداقش هست یا نیست؟ این شک داره، احتمال میده درست انجام داده باشه. آقا این کل ما شکک چی کجاش گیر داره؟ آقا من و شما هستیم، حالا اگرم برفرض نگفته باشن، من حالا گفتنم بحث علمی کجاش میلنگه؟ به جوری که طاهر شده قبل از وضوع. ها حالا این اشکال نداره، این مسئله خودش محل خلافه، این مسئله خودش محل، بنابراین این مسئله خودش محل خلافه، بله. تو عروه هم داره، این تو عروه هم داره. حالا درست میفرمایید، این تو عروه هم این مسئله داره که آیا انسانی که اعضای وضوش یا اعضای غسل متنجس هست، آیا میشه با یک غسله، حالا فرض کنید غسله که مطهرم هست، مثل که آب کره مثلا زیر دوش با شلنگ که آب کره، یعنی یک غسله هم مزیلتون للخبث باشه هم مزیلتون للحدث، محل خلاف جماعت معتد بهی که الان در تو ذهنم هست، مرحوم عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه که از این هست، بگه اشکال نداره،
میگه ما دلیل داریم باید مواضع وضو و مواضع غسل وقت وضو و غسل طاهر باشه ولو با همون غسل طهارت حاصل شده باشه. بله بعضی اشکال کردن گفتن نباید قبلش طاهر باشه، بنابراین اشکال این فرمایش که شما میفرمایید مورد اشکال هست. اما بنابراین که گفتن ما دلیل داریم باید عضو وضو، عضو غسل، حال وضو، حال غسل طاهر باشه، حالا این طهارت همین جوری که در حال خود رفع حدث، رفع حدث خبث هم بشه، گفتن فرق نمی کنه. بنابراین نه، مقدمه برز المقدمه باید مقدمه زمانن باشه یا مقدمه شأنن باشه، رتبتن باشه، رتبتن هست چی؟ نه نه نه، فرضاً حالا جایی که غساله طاهره، نه اون که بحثی نیست، اون که گیری نیست، اون بحثی نیست. علاوه بر عرض کردم با شلنگه که غسالش طاهره، با شلنگه یا تو حوض یا توی شط یا تو حوض داره غسل میکنه، غسل التماسی داره میکنه. نه نه این را عروه داره، یه عده فرمودن باید قبلن گفته نه نه انفصال یه بحث دیگه است. مسئله این است اعضای وضو باید قبل از وضو طاهر باشد یا باید طاهر باشد ولو حین الوضو. این خلافه بر یعنی مسئله اجتهادیه. بعضی از ادله برداشت کردن که باید اعضای وضو قبل از وضو طاهر باشه ولو قبل آنی طهارت از خبث داشته باشه. همون نه گفتن رتبتا فایده نداره، باید زمانا قبل باشه ولو یه زمان دقیقه کم. صلی الله علی محمد و آله.